پایان فاز اول از ائتلاف سازی پیش از انتخابات تا وارد شدن در کارزار انتخابات. به نظر می رسد ورود به کارزار انتخابات ریاست جمهوری با نزدیک شدن زمان پایان ثبت نام جدی تر می شود. اکنون از نامزدی و احتمال نامزدی چهره های اپوزیسیونی تا حکومتی و از وزیر تا وکیل به گوش می رسد. اما ظاهرا ورود چهره ها بدون نارضایتی و شکست این ائتلاف آن جبهه نبوده و در هر چند لحظه از گروه سازی انتخاباتی خبر می رسد. اما پرسش های اصلی این است که آیا نزدیکی زمان نامزدی انتخابات تقسیم بندی درون حزبی را نیز همراه شده؟ تشکل های انتخاباتی چهره میورند یا برنامه محور و در نهایت تا چه حد اطمینان لازم نسبت به برگزاری شفاف انتخابات وجود دارد؟ با گفتمان خوش آمدید. آقایان واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی، حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت، نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان با ما هستند. میهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای حکیمی با شما آغاز میکنم. ظاهرا دیگر حزب جمعیت با رهبری آقای عبدالله که حالا به عنوان نامزد انتخابات مطرح هستند با یک توافق جدیتر برای وارد شدن به کارزار انتخاباتی وارد میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام با شما به همه میهمانان عزیز و همه بینندگان این برنامه تلویزیون شما، باید عرض بکنم و با این تصحیح که جمعیت اسلامی افغانستان نه بر ریاست جناب دکتر عبدالله، با نامزد کردن دکتر عبدالله به ایمانی همین هم پیشتر اشاره کردم، یعنی به این معنا که جمعیت اسلامی آقای عبدالله رهبر ائتلاف ملی بود از ما حمایت میکنه. بله فیصله بعد از شور و بحث های بسیار طولانی بدون شک که هر حزبی در داخلش باید کار را انجام بده، آخرین فیصله جمعیت اسلامی افغانستان همین است که از کاندیدا شدن دکتر عبدالله به عنوان رئیس جمهور آینده افغانستان حمایت میکنه و این موقف رسمی جمعیت اسلامی افغانستان است. و فکر میکنید که این یک تصمیم جمعی بوده؟ تصمیم گیری ها میدانین که در همه جا در همه احزاب میکانیزم هاش داره و میکانیزم های تعریف شده ای داره. جمعیت اسلامی افغانستان بعد از شور و مشوره و بحث و همه در چارچوبه های تصمیم گیریش و شخصیت های مؤثر در جمعیت اسلامی افغانستان بالاخره به این توافق رسیدن که و با این تصمیمی تعریف شده در جمعیت اسلامی افغانستان که کاندیدای جمعیت اسلامی افغانستان در این انتخابات آقای دکتر عبدالله عبدالله و با مؤتلفان دیگرش هم کارت انتخاباتی یا تیم انتخاباتی هم تشکیل دادن که دیروز اعلان شد و همه دانستید. ولی شامل همه اعضای جمعیت نمیشه. تصمیم گیری ها در حقیقت به معنای یک رفراندوم داخلی متاسفانه ما و شما مثل ایالات متحده آمریکا و جاهای دیگری واری که از یک کانال انتخاباتی درون حزبی میگذرن و بعد میان نداریم، ولی مراجع تصمیم گیری جمعیت این کار را انجام دادن و سرانجام نتیجهش کاندیدا شدن دکتر عبدالله به عنوان نامزد ریاست جمهوری. فاروقی، حالا اگر چه ظاهرا حزب حق و عدالت تا کنون معلوم نیست که وارد انتخابات با چه کار ویژه‌ای و با چه ساختاری میشه، اما در نهایت نگاهتان نسبت به آخرین ائتلاف انتخاباتی اگر میشه برش گفت و رهبری آقای عبدالله که حالا وارد کارزار انتخابات شدن، نگاهتان چگونه است؟ بسیار تشکر. به نام خدا و بار سلام خدمت شما و خدمت مهمانان گرامی برنامه، خدمت شنونده ها و بیننده های عزیز. من فکر میکنم که جای داره که برای همکارایی که در ائتلاف تانستن مرزها را بشکنن و بالاخره داخل یک مرحله جدید و یک فاز جدید از پیکارهای انتخاباتی شوند، برشان تبریک بگوییم و ما این حرکت به یک فال نیک میبینیم. شما آگاهی دارین که حزب حق و عدالت حدود یک سال یا بیشتر از یک سال قبل با در نظر داشته واقعیت‌های افغانستان و با درک دقیق از مسئولیتی که نخبه‌های سیاسی افغانستان در برابر این مرحله و برهه حساس تاریخ کشور داره، داخل گفتمان‌های بسیار جدی با تمام حلقات سیاسی کشور شد و در نتیجه همه آرزومندی‌ها بالاخره مو شورای همکاری احزاب ساخته شد که آرزومندی بود که بتانیم یک تیکت بسیار قویی که اولاقل بتانه یک اکثریت قابل توجهی ملت پشت خود از لحاظ حمایت سیاسی داشته باشن، همونطور یک تیکت به پیشگاه ملت افغانستان معرفی شد در واقع بتانن اونا در پیکارهای انتخاباتی در این میدان رقابتی که مبتنی بر قانون اساسی افغانستان سال آینده پیش روی داریم بتانه عرض وجود کنه تا او تیم بتانه به عنوان یک تیم ملی، به عنوان یک تیم قدرتمند مسئولیت های بسیار بزرگی که متوجه افغانستان است و در واقع کامیابی افغانستان مشروط و منوط به او است
ما بتونیم اوترک تیم را معرفی بکنیم. متاسفانه تا حال از وقت قدرت به وارزومندی خود نرسید، به خاطر از اینکه وقت ائتلاف انتخاباتی جدا شد از پیکر همون شورای همکاری احزاب، حزب حق و عدالت کماکان با اعتقاد به همو ارزش ها در تداوم او بحث ها با سایر حلقات سیاسی که داخلی پیکارها بودند و در شورای همکاری احزاب مصروف بودند و شخصیت ها و احزابی که بیرون از این شورای همکاری بودند، در تلاش ازی شد که باز هم بتانن یک تیکت را که بتانه از طیف های وسیع سیاسی کشور در واقع در خود داشته باشه و همون مرزا را گذشته باشن، بتانن اترک تیمی را در واقع ایجاد بکنن که بر مبنای همو برنامه ملی که ساخته شد در همکاری با یک تیم ملی بالاخره یک تیکت ملی را معرفی بکنن. حزب کماکان در صدد ازی است و در تلاشی است که بالاخره همونطور یک آرزومندی را متحقق بسازه، چون فهم ما ایست که انتخابات سال 1393 متفاوت است با انتخابات 5 سال قبل و انتخابات هایی که در گذشته ما داشتیم، چون مسئولیت هایی که در این مرحله تاریخ متوجه افغان ها و متوجه افغانستان است و براتب بزرگتر از ایست که یک حزب و یک گروپ و یک سمت بتانه به اون معضلات بزرگ بپردازه، چون هدف ما در نهایت کامیابی افغانستان است، پیروزی افغانستان است و بالاخره موفقیت افغانستان است و نتیجه انتخاباتی که او بتانه در مرحله اول و بالاخره با یک قدرت وسیعی که اقتدار از اقتدار ملی در واقع کمایی کرده باشه و در برابر نابسامانی های بسیار جدی که افغانستان و حکومت بعدی جدا تهدید میکنه، در برابر زونا بتانه همون توانایی بلند داشته باشه. آقای سجادی، نکته ای که بیشتر برای چگونگی تشکل های انتخاباتی مطرح میشه، خوب زمان هم جبهه ملی افغانستان و بعدش هم ائتلاف انتخاباتی هم و شورای همکاری احزاب روی که بیشتر محوریتش بحث انتخابات بود، آیا واقعا فکر میکنید که وارد شدن به تیم‌های مختلف انتخاباتی یا جدا شدن از پیکره یک گروه انتخاباتی یا یک جبهه یک چیز معمول هست؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما و مهمانان شما و بینندگان محترم. ببینید، اصل اول در جامعه ما است که متاسفانه ائتلاف‌ها و مجموعه‌هایی که شکل می‌گیره بیش از اینکه مبتنی بر اشتراک در برنامه‌های سیاسی باشه، بر اساس توافق‌های زودگذر صورت می‌گیره. دلیل شکنندگی ائتلاف‌ها هم دقیقاً در همین نقطه نهفته است. یک بخشش برمی‌گرده به اینکه جایگاه اشخاص و افراد بسیار نقش تعیین کننده را داره و اشخاص و افراد آنگاهی که احساس می‌کنن جایگاه و موقف مورد نظر به گیرشان نمی‌آید یا برایش تثبیت نمی‌شه، طبعاً دچار گسست خواهد شد از ائتلاف‌هایی که در آغاز به وجود می‌آید. تفاوتی که امروزه جامعه ما چه در عرصه فعالیت‌های حزبی و چه در عرصه تشکیل و تأسیس ائتلاف‌ها و مجموعه‌های سیاسی با نظام‌های توسعه یافته داره دقیقاً در همین نقطه نهفته است که معمولاً در کشورهایی که احزاب سیاسی و ائتلاف‌ها پایداری داره و از ثبات و ماندگاری برخوردار هست، دلیلش ایست که مبتنی بر افکار و اهداف و برنامه‌های مشترک شکل می‌گیره. اما در جامعه ما متاسفانه چنین نیست. یعنی شما می‌بینید که به لحاظ اهداف و برنامه زیاد تفاوت را شما بین مجموعه‌های مختلف سیاسی مشاهده نمی‌کنید. خیلی دقت بکنید، شما می‌بینید که شاید در نوع بیان برخی از نقاط و دیدگاه‌ها اندک تفاوت‌های وجود داشته باشه، اما واقع قضیه است که کمتر تفاوت نظر را شما مشاهده میکنید. بنابر این آن چیزی که افراد را دور هم جمع میکنه عمدتاً ضرورت های اولیه و زودگذر هست. تأمین این ضرورت ها یا عدم تأمین خواست ها و منافع زودگذر باعث ناپایداری مجموعه ها و تشکل ها میشه. از این زاویه طبعاً تمی که یا ائتلافی که حتی تا زمان رفتن برای ثبت نام هم ادامه پیدا میکنه، نسبت به خیلی مجموعه های دیگر یک احساس موفقیت رو داره. برای ازی که شما مشاهده کردید و میبینیم، ما به کرات و به صورت متعددی رو تجربه کردیم که حتی دوام یک هفته‌ای هم برای برخی از مجموعه ها و ائتلاف ها وجود نداره. دلیلش چیه؟ دلیلش دقیقاً در همین دو نکته نهفته است. یک، ای که از آغاز بر محوریت هدف و عقاید سیاسی مشترک شکل نمیگیره و دوم، ای که بیشترین سهم را تأمین موقف و جایگاه اشخاص و افراد داره و افراد و اشخاص وقتی احساس میکنه او جایگاه و موقف مورد نظر برایشان تأمین نمیشه، یک نوع فاصله ایجاد میشه و ناپایداری در این مجموعه ها با وجود میاد.
آقای نور، حالا اگر بیایم دست کم تلسم نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری دیگر شکست و حالا آقای عبدالله هم وارد کارزار انتخابات شدن، واقعا فکر میکنید که چه آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف وجود دارد؟ دست کم بیشتر از یک ماه پیش نگرانی هایی از چگونگی تامین امنیت مراکز رادیویی وجود داشت، هنوز همین نگرانی پابرجاست؟ تشکر میکنم. ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. دی جای شک نیست که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات در شرایط سخت برگزار میکنه و شما در جریان هستین که مشکلات عدیده امنیتی موجود است در کشور ما شما، ولی روی هم رفته کمیسیون با وقتش اقدام کرده. در حدود بیش از یک سال میشه که لیست مراکز امرای نهاد امنیتی شریک ساخت و موضوعات دیگه که مربوط میشد به حکومت و دولت این مسائل که تشون بحث کرده و مطرح کرده. بنابراین و باید در رابطه جوابگو باشه و همچنان اقدامات جدید داشته باشه. خب میایم در رابطه با خود روند برگزاری انتخابات که در مجموع پنج مرحله اساسی داره و فعلا ما در مرحله دوم هستیم که انقریب روز یک شنبه مرحله دوم با پایان میرسه و مرحله سومش آغاز میشه. مرحله اول برگزاری انتخابات در تمام دنیا یا معیارهایی که در نظر گرفته میشه برای انتخابات، باید در ابتدا افراد و اشخاصی که رای دهنده هستند شناسایی شوه، یعنی کارت رایدی برشان توزیع شوه. افرادی که واجد شرایط میشن و یا هم عودت میکنن در تمام دنیا یک معمول است که باید شناسایی شوه. مرحله دوم ثبت نام کاندیداست که فعلا ما این مرحله را عملا انجام میدیم و با تاریخ 14 میزان روز یک شنبه 4 بشه با پایان میرسه این مرحله. که این مرحله زمانی که با پایان رسید مرحله سوم آغاز میشه که باید لیست نهایی مشخص شوه و بالاخره کمپین کاندیدا باید آغاز شوه. و بعد از او روز برگزاری انتخابات است که پولینگ دی میگه که تمام آمادگی بر از او گرفته میشه و بالاخره ریزالت یا نتیجه انتخابات است. ما فعلا در نیم راه برگزاری انتخابات قرار داریم که البته تا به حال روند خوب پیش رفته و تمام کنترل کمیسیون مستقل انتخابات در تمام موارد بوده. امیدوار هستیم که مرحله دو مرحله یا سه مرحله دیگه که باقی مانده او را هم به شکل خوبتر سپری کنیم و بالاخره نتیجه خوبتر را بگیریم. و این را هم باید فراموش نکنیم که در دو مرحله یک سلسله چالش ها و مشکلات بوده. مثلا ما یکی از کارمندان ارشد خود در ولایت کندوز از دست دادیم. مثلا دو نفر در ولایت فاریاب در ولسوالی المار هنوز هم در بند بسر میبرند. مثلا هنوز هم کمیسیون نتونسته که در هفت ولسوالی افغانستان روند توزیع کارت های رایدهی را آغاز کنه. ولی این هم باید فراموش نکنیم که این موضوعات هر روز امرای نهادهای مسئول بحث میشه. مثلا در شورای امنیت ما بحث کردیم در رابطه با تامین امنیت هفت ولسوالی. مثلا جلسات تکنیکی که امرای وزارت داخله دفاع امنیت ملی صورت گرفته هر هفته این بحث میشه. حالا این یک مورد، این که میگن که حکومت باید پاسخگو باشه در مورد چگونگی مسئولیت هایی که مربوط به اونا میشه، در برنامه پیشتر دقیقاً به یاد دارم که تفاوت هایی را میشد بین صحبت های شما و سخنگوی وزارت داخلی افغانستان است کرد و حتی شما گفتن که خوب در نهایتش باید نهادهای امنیتی برای ما بگویند با جزئیاتش چگونگی تامین امنیت مراکز رایدهی را. حالا من جزئیات دارن چی است؟ بحث های متعدد صورت گرفته. ما تنها امر وزارت داخله طرف نیستیم، وزارت دفاع امنیت ملی نهادهای امنیتی که میگن در مجموع سه نهاد امنیتی است. آخرین بحث هایی که صورت گرفته بود البته به شکل مسئولین درجه اول این نهادها در حضور داشت رئیس جمهور بود. شما در جریان هستین که وزیر داخله رای اعتماد گرفت و این موضوعات پیش از اینکه با پارلمان بره این مسئله بحث شده بود. اونجا بیشترین تمرکز و تعهد وزیر داخله این بود که ما به خاطر تامین امنیت انتخابات تمام سعی و تلاش خود میکنیم و همچنان در ختمش که از طرف وزیر داخله در پارلمان واضح شد تمام تمرکزش یا بیشترین تمرکزش بالای برگزاری انتخابات بود که در حقیقت قدم نیک است که ما این را استقبال میکنیم. آقای پوزش، من میخواییم دقیق تر بفهمم این بحث سعی و تلاش را که میگین نهادهای امنیتی هر از گاهی مطرح میکنن، آیا تا کنون برای شما مشخص هست که تعداد امنیتی در چه سطح است
و چه تعداد مراکز رایدهی اکنون دیگر امنیتش به گونه‌ای کامل تامین است؟ یعنی برای شما این گزارش داده شده؟ راپورایی که به شکل تحریری بر کمیسیون ارائه شده از طرف این سه نهاد مشخص شده که ما 6845 مرکز مجموعی را 259 مرکز ما امنیتش را تامین کرده نمیتونیم. همون چیزی که نزدیک به دو ماه به شکل تحریری است، ولی به شکل شفاهی با اوضاعات مختلف مطرح شده. مثلا از 6845 مرکز میگه نیمه ازی که در حدود 3000 چند مرکز میشه هیچ مشکل نداره، نیمه ازی، و نیمه ازی در سه کتگوری توسط نهادهای امنیتی مطرح میشه که تهدیدات بلند، تهدیدات متوسط و تهدیدات کم. آقای نور با پوزش، این مسائلی که شما میگین پیشتر از این هم مطرح کرده بودین، حالا دقیق ترش شما همون زمان هم در همین برنامه گفتن که باید نهادهای امنیتی به گونه روشن به ما بگوین تهدید بلند یعنی چی و چه تعداد مرکز. حالا روشن هست همین موضوع؟ نه خیر، تا به حال هم روشن نیست، بحث های متعدد صورت گرفته، ولی به طور تحریری بر ما چیز ندادن. اگر به شکل شفاهی بحث صورت میگیره ما او را در حقیقت اعتبار نمیتیم، از خاطر که از روز اول کمیسیون را مطرح کرده که بین حکومت افغانستان که سه نهاد امنیتی میشه و کمیسیون باید تمام موضوعات به شکل تحریری باشن، نه که تا کنون نیست دست کم کار صورت نکن. آقای حکیمی، باز هم بگذارد که صحبت هایی که آقای سجادی داشتن با شما مطرح بکنه. اول شما میایین زمانی که مسئله ائتلاف های انتخاباتی را مطرح میکنن در افغانستان بر اساس یک برنامه سیاسی و اهداف همسان نیست، بلکه این بیشتر زودگذر و شخص محور هست، میپذیرین چنین است؟ بدون شک. من تا جایی با سخنان آقای دکتر سجادی موافق هستم. نه تنها کشور افغانستان، بسیاری از کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه و عقب مانده متاسفانه بیشتر بر محور شخصیت ها و وجوه جامعه است که جمع میشن تا برنامه ها. این البته طبیعت کشورهایی که عدم سواد کافی، عدم دسترسی به رسانه ها، برنامه های اجتماعی، فهمشان از قضايا، همه اینا موثر است، اما به صورت کلی نمیتونیم اینا بپذیریم. من فکر میکنم در افغانستان آنچه که شکل میته به صورت واقعی رأی مردم حدی میانه، میان این دو گپ است، میان نقش شخصیت ها و نقش نامنیکی و برنامه ها و عملکرده هایی که انجام دادن از دیدی کس پنهان نیست. و ناگفته نمونه که از سوی دیگر حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم ناگفته نمونه شخصیت ها نقش بسیار موثرشون در پهلویی که برنامه حزب بسیار موثر است. چگونگی برخورد حزب با قضایای مرحله موجود یک کشور برخورد است، مثلا ایالات متحده آمریکا قضایا و معضلات مهم جامعه آمریکا، مثلا در انتخاباتی دو دوری که آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، هم در انتخابات درونیزبی، هم در انتخاب، ببین آقای اوباما هیلاری کلینتون از جمله رقبای درونی حزبیش بود، ولی چی چیز برنامه حزب؟ برنامه واحدی است، برنامه یگانه است برای ریاست جمهوری و برای رهبری کشور، ولی چی چیزی آقای اوباما را برکشید و خانم هیلاری کلینتون با سابقه شوهرش رسوخ و نفوذی که در حزب دموکرات داشتن عقب زد؟ به این معنا اونجا شخصیت ها عناصری تشکیل دهنده شخصیت که میتونن عوامل زیاد باشه، تیپ خوشایندش، سخنور بودنش، مستدل بودنش، تحصیلاتش، نمیفهم تجربه خوبش در کارهایی که انجام، اما اینا در همه جا، ولی تناسبش از یک کشور تا کشوری، از یک جامعه تا جامعه فرق میکنه. در افغانستان جنبه های شخصیتی بدون شک از کشورهایی است که چربی داره. نه تنها این که میگن چربی داره به گفته شما، بلکه حرف اول نمیزنه. مثلا برای شما میگم، شما زمانی که بحث آقای حاج محمد محقق و آقای محمد خان مطرح میشه، اینجا بر اساس کدام برنامه مشترک در چند روز اخیر انتخابات اینا آمدن وارد کارزار انتخاباتی همگروه با حزب جمعیت اسلامی و آقای عبدالله شدن؟ مثلا ببین، از ما که در به عنوان عضو هیئت جمعیت اسلامی افغانستان با هیئت
حزب اسلامی وارد مذاکره بودیم، ما بسیاری مسائل بحث کردیم. ایتو نبوده که تنها برای تقسیم قدرت رئیس و معاون باشه. مثلا دیدگاه حزب اسلامی درباره قانون اساسی افغانستان، درباره حقوق بشر، درباره ایجاد یک اداره سالم، نمیفهمم، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با تقلب، مگر اینا نمیتونه عناصری مهمی از یک برنامه یک سوال دیگر که بیشتر مطرح میشه، همین حزب اسلامی که شما میگین، یعنی کدام حزب اسلامی؟ در موافقت نامه رسمی حزب اسلامی که ما میگیم، حزب اسلامی که به نام حزب اسلامی افغانستان در وزارت عدلیه افغانستان تسجیل است و به عنوان حزب اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شده، بر رهبریش آقای ارغندیوال و بر ریاست آقای عبدالهادی ارغندیوال. بله، سپاس. آقای فاروقی، بگذارید همین نکته را با شما هم مطرح بکنیم. حالا زد و بندهای انتخاباتی و تشکیل ائتلافهایی که وارد انتخابات میشن به نظر میرسه در روزهای آینده بیشتر شاهدش خواهد بودیم. آیا شما موافق هستین که بیشتر اون نگاه نسبت به چگونگی تشکلهای انتخاباتی شخصی هست و بر اساس منافع فردی تعریف شده است، نه بر اساس یک برنامه و اهداف سیاسی همسان، و یا هم از جهت دیگر میشه گفت که در میانی این دو قرار داره؟ من فکر میکنم که بنابر همه خود تکامل پروسی سیاسی در کشورها موقعیت ها متفاوت است. در افغانستان به عنوان کشوری که تازه دموکراسی را تجربه میکنه، متاسفانه نه احزاب سیاسی ما و نه هم نخبه های سیاسی ما در اون مراحل قرار دارن که تنها بر محور برنامه ها و بر محور بحث های مسائلی اولیای کشور این ارزش ها را برق بزنن. متاسفانه تجربه در گذشته هم نشان داده و حال هم نشان میده که زیادتر این بحث ها در میبر شخصیت ها و شخصیت ها اثر گذارستن. نه تنها شخصیت ها، اجازه بتین یک بحث دیگر هم وارد این بحث امروز بکنیم که کشور ما بنابر حالات خاصی که امروز از لحاظ سیاسی به او مواجه هست، موجودیت دستگاه های قدرتمند بیرونی هم یکی از عوامل بسیار برجسته هست که در واقع در تزریق همین مباحث در مباحث انتخاباتی بسیار نقش داره و او هم میتونه در کنار شخصیت ها به عنوان عوامل اثرگذار مباحث انتخاباتی را از بحث میورای اصلی ارزش های ملی، منافع ملی، مسائل ملی و بالاخره محور پروگرام ها و برنامه ها به یک طرف دیگه بکشانه که متاسفانه این هم به عنوان یک چالش بسیار مهم دیگه بحث های امروز همی حرکت ها و همی نوسانات را که شما روش بحث میکنین و یا هم میخواین او را برجسته بسازین، اینها تحت تاثیر و مسائل هم است. متاسفانه کشوری که دچار چالش های بسیار جدی از حضور گسترده جامعه جهانی، دستگاه های همسایه و بالاخره دستگاه های استخباراتی که امروز به یک شکل از اشکال زینفوز هستن، اونا هم به عنوان عوامل شکل دهنده این باعث بسیار اثر. حالا یک سوال کلی تر، زمانی که شما را از ائتلاف های سیاسی و یا هم جریان های سیاسی که با هم یک جا میشن میایین زیر نام مشارکت ملی، وحدت ملی، این همه مسائل میایین، باید رئیس از یک قوم، معاون اول از قوم دیگه و معاون دوم از قوم دیگه باید باشن، در نهایتش چه اطمینانی وجود داره که در حکومت آینده دست کم اگر هر کدام این گروه انتخاباتی موفق میشن، تقسیم بندی باز هم بر اساس همون قوم بندی های خاص نیست و مشکلات را بیشتر نمی‌سازد؟ من فکر می‌کنم که ضرورت های افغانستان است. متاسفانه با گذشته تاریخی که ما داریم و مخصوصا با دههای جنگ و ناملایمتی هایی که به کشور تحمیل شد، فضای اعتماد ما بین لایه‌های مختلف اجتماعی شدیداً مخدوش کرده و یکی از مشکلاتی که ما نتونستیم به یک سرعت برویم به طرف ملت شدن و موانع بسیار جدی بود، همین واقعیت‌هایی است که در کشور ما وجود داره. هنوزم تکرار میشه. متأسفانه بله. یک تعداد از نخبه‌های ما هنوز هم به عوض از اینکه در جهت تأمین شرایط به طرف نظام مردم سالاری و نظامی که مبتنی بر یک اصل شهروندی باشه، به طرف هموز دوبندها هنوزم در واقع به اون طرف هیزم می‌رزانن. و این یک تأسف بسیار جدی است. اما امید ما است که در ائتلافاتی که امروز شکل گرفته و سبا شکل میگیره، در این ائتلافات اگر مشارکت های قومی و سمتی زبانی اینا رعایت میشه، بحث اساسی شایسته سالاری باشه، نه ای که بر عمو تیکدارهای قومی و به شخصیت های کونا در واقع خودشان بر اقوام خود و بر اقشار مختلف جامعه خود تحمیل کردن و از آدرس از اونا در واقع بر خود سهمیه بندی میکنن، به اینا اعتنا نشه. ای که از اقوام مختلف افغانستان که اینها در واقع همون موزایی که زیبای جامعه ما را میسازه به او باید رعایت شود. فکر میکنم در تمام اقوام ملیت های کشور شخصیت های نخبه وجود دارن، شخصیت های برجسته وجود دارن و شخصیت هایی وجود دارن که اونها میتونن در حالت های مقایسه‌ای و در حالت رقابت در واقع به عنوان شخصیت های مطرح حضور پیدا کنن در عرضه خدمات به کشور. اما امید است که تجارب گذشته تکرار نشه، که کشور به عنوان یک بدنه از
ارزش هایی که در واقع اینها ما بین خود از طریق و از آدرس شخصیت هایی که اونها به عنوان نماینده های اقوام مطرح هستن از طریق از اونها تقسیم بکنن و این به عنوان یک وسیله برای استفاده های شخصی اونها مورد استفاده قرار بگیره، ملت و ارزش های ملی فراموش شه. آقای سجادی، حالا پیش از وارد شدن به اون بحث مسئله تامین امنیت انتخابات، میخواییم بفهمیم آنچه که آقای فاروقی اشاره کردن، واقعا فکر میکنند که اگر میاین شما بر اساس همون تقسیم بندی قومی هم کسایی را انتخاب میکنین، زی معاون اول، معاون دوم یا تیم انتخاباتی در واقع، آیا واقعا فکر میکنند که در افغانستان بر اساس همون شایستگی ها مطرح است یا این که اون بحث تیکه‌داری؟ من فکر میکنم جواب این سوال روشنه، حتی برای شمایی هم که سوال کننده است و بخش عظیمی از بینندگان شما هم که این سوال رو میشنوه برایشان سوال جوابش روشن است. ببینید، جامعه ای که ساختار سیاسی قومی و قبیله‌ای داره، نام این جامعه رو ما در بحث جامعه شناسی سیاسی میگذاریم جامعه سنتی در برابر جامعه مدرن. در جامعه مدرن اصل بر تقسیم کار اجتماعی سیاسی است و مبنای تقسیم کار تخصص هست. در جامعه سنتی چیزی به نام تقسیم کار وجود نداره. یک فرد میتونه فرد جایگاهی خدمت ارز کنه متعدد و متنوع و وظایف متنوع را به عهده بگیره. این یک چیزی که ما حتی در زندگی روزمره خود تجربه کردیم. لذاست که در جامعه ما تا زمانی که تحول در فرهنگ سیاسی سنتی جامعه ما به وجود نیاید، شعار دموکراسی بر مبنای تخصص و شایسته سالاری یک شعار آرمانی خواهد بود. ما امروز همه ما به نوعی پذیرفتیم، در واقعیت هم این رو پذیرفتیم. وقتی توزیع میکنیم کرسی ها رو، نمیگیم که بیاییم بر اساس تخصص شایستگی، میاییم اول سهم بندی میکنیم، سهم قومی رو مشخص میکنیم، در بهترین حالت سهم جبهه بندی ها و سمت ها رو مشخص میکنیم. ببینید، اینا مبنایش تخصص نیست، مبنایش تقسیم کارم نیست. تقسیم کار در واقع دقیقاً بحث اصلی تخصص است. بنابراین تحول فرهنگی هم چیزی نیست که متاسفانه در کوتاه مدت حاصل شود. تا زمانی که تغییر در فرهنگ سیاسی و باورهای سیاسی جامعه و نخبگان سیاسی جامعه به وجود نیاید، انتظار تغییر در رفتارهای سیاستمداران انتظار نامعجه خواهد بود و این تغییر زمانی به وجود میآید که ما بتونیم تحول در فرهنگ سیاسی جامعه ایجاد بکنیم، یعنی افکار عمومی رو در واقع سطح آگاهی جامعه را آنقدر بالا ببریم که برای او فکر و برنامه مهم باشد تا نسل و خون و نجات. شما الان مثلا یک مقایسه کوتاه بس آمریکا مطرح شد، شما در آمریکا کسی که به برنامه آقای اوباما رأی میدهد، برای او سیاه‌پوست بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن و امثال اینا مطرح نیست. برای او برنامه حزب جمهوری جمهوری خواه مطرح است، برنامه آقای اوباما در اونجا مطرح است، دموکرات. ببینید، بنابراین ما در افغانستان هنوز به این مرحله نرسیده ایم. لذاست که بعضی از صاحب نظرها در با احتیاط هم وقتی که ابراز نظر میکنن، میگن خب ما برای این مقطع، برای عبور از این مرحله نیاز داریم که بر یک دموکراسی یا یک مشارکت توافقی را بر مبنای بر حال سهم قومیت ها در نظر بگیریم. الزاما چیز منفی نیست این رای حل هم. چرا؟ برای اینکه این رای حل ناظر به وضعیت جامعه ماست. او رای حل آرمانی و ایدئال است که بگیم همه مسائل بر مبنای تخصص در افغانستان صورت بگیره. او در افغانستان هنوز جوابگو نیست. آقای سجادی، موضوع دیگر مسئله تامین امنیت مراکز رای دهی بود. آقای نور میگن که تا هنوز هم به گونه کتبی اون شفافیت لازم روی چگونگی تامین امنیت و اون تهدید بلندی که پیشتر از این مطرح کرده بودن وجود نداره و شما هم نمایندگی از ولایت میکنن که هر از گاه گفته میشه که حتی نمایندهای مردم نمیتونن برن به ولایتشون. واقعا ارزیابی شما از وضعیت اکنون نسبت به چگونگی مسائل امنیتی چگونه است؟ ببینید، بحث امنیتی، ما با دو مشکل بسیار جدی در بحث امنیتی روبرو هستیم. یکی ای که معلومات و آگاهی صادقانه و شفاف از سوی مسئولین نهادهای امنیتی معمولا ارائه نمیشه متاسفانه. یک مسئول امنیتی ما تا زمانی که متولی یک امر است، سعی میکند وضعیت امنیتی رو بسیار خوب مطلوب جلوه بده. آنگاهی که از سمت مسئولیت امنیتی کنار زده میشه، یک دیدگاه انتقادی پیدا میکنه و بعد اونگاه که اعلام میکنه که نه، وضعیت امنیتی خوب نیست. شما دیدید که وزیر محترم امور داخلی کشور ما تا زمانی که وزیر بود، وقتی شما سوال میکردید، او
محدوده ای را که تهدیدات امنیتی با ضریب بالاست به قول آقای نور او را بسیار به حداقل نشان میداد گرافش رو، اما آنگاهی که از وزارت بر کنار میشه یک باره اعلام میکنه که وضعیت امنیتی بسیار تهدیدآمیز است و بسیار خطرناک است. ببینید اینا نشان میده که معلومات و آگاهی ها مسئولانه و دقیق اعلام نمیشه. یک مشکل اساسی در اینجاست که ما نیاز به معلومات دقیق شفاف و صادقانه داریم برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم. نقطه دوم در مشکلات امنیتی که مطرح میشه بعد روانی امنیت است. ما امنیت رو نباید فقط در بعد فیزیکی و سخت افزاری ببینیم، رخدادهای ناامنی یا امنیتی که در ساحه به وجود میآید این رو فقط معیار قرار بدیم. ببینید امنیت یک بعد عمدهش برداشت یا او وضعیت روانی جامعه است. آنگاهی که برای جامعه تلقین شود که تو نمیتونی به پای صندوقهای رای بری و در اکثر ساحه این زمینه و فرصت برابر نیست، این خود به خود یک نوع تشویش را در افکار عمومی ایجاد میکنه و روز به روز ما را نگرانتر میسازد در مورد برگزاری انتخابات و شک و تردید ایجاد میکنه. ما در من میخوام یک نقطه رو تاکید بکنم، پروژه ملی ما برگزاری انتخابات است، ما بدیل دیگه ای نداریم برای این قضیه. اپوزیسیون حکومتی و تمام کسانی که به نظام سیاسی افغانستان و قانون اساسی افغانستان دل میسوزانند باید تلاش کنند که بر قیمت ممکن انتخابات برگزار شود. بنابر این ایجاد تشویش های روانی، بزرگنمایی از وضعیت ناامنی در افغانستان و یا تصویرسازی های منفی که در مورد وضعیت امنیتی ایجاد صورت میگیره، اینا تاثیرات بسیار ویرانگری را در وضعیت امنیتی کشور ما ایجاد میکنه که در نهایت پروسه انتخابات رو با چالش رو بروز خواهد ساخت. بنابراین این یک بعد قضیه بعد روانی است که ما باید برای مردم اطمینان ایجاد کنیم، اعتماد ایجاد بکنیم که بالاخره میتوانند به پای صندوقهای رای حاضر شوند و تهدیدات و قدری هم نیست که دشمن یا مخالفین برگزاری انتخابات او رو تصویر میکنه. آقای نور از یک جهت اگر بیاین بحث مشارکت مردم را بگین که خوب اطمینان روانی دست کم برشان ایجاد شود تا مردم بتونن پای صندوقهای رای برن، از سوی دیگر زمانی که از شما شنیده میشه که حداقل تا کنون براتون روشن نیست بگونی کتبی که چه تعداد مراکز رایدهی زیر تهدید بلند قرار داره و همون تفسیرات لازم را که نیاز است، پس چگونه میخواین به مردم اطمینان بدین که کمیسیون مستقل انتخابات میتونه یک انتخابات شفاف را مدیریت بکنه؟ تشکر، خیلی سوال مهم و اساسی است. ببینین یک چیزی که برای کمیسیون ثابت شده، ما در سرتاسر افغانستان روند توزیع کارت‌های رایدهی را آغاز کردیم از 5 جلسه. ما میتونیم که تا حد زیاد با همکاری و کمک مردم افغانستان این روند پیش ببریم. ولی در 7 ولسوالی تهدیدات امنیتی موجود است. یعنی ما یک ارزیابی خود داریم در حقیقت که اگر خواسته باشیم که انتخابات در افغانستان را اندازی کنیم یا مردم را بخواهیم که بیان رای خود را با کار ببرن، این امکان پذیر است در اکثر افغانستان. ولی در اکثر که میگین یعنی آمار هست یا چگونه هست؟ خب فعلا ما مراکز داریم در 34 ولایت افغانستان. فعلا ما در حدود 440 مرکز ثبت نام رای دهندگان داریم. در بجز از 7 ولسوالی در تمام ولسوالی افغانستان مراکز ما فعال از کار میکنه عملا. ما گفتم میتونم که فعلا با قریه‌جات دهات افغانستان مراکز ما میرن عملا کار توزیع میکنه. ولی بان هم به خاطر روز برگزاری انتخابات یک سلسله تدابیر امنیتی ویژه باید نظر گرفته شود تا بروند انتخابات صدمه نرسه. اینجا دو مورد است، یکی بعد داخلی است که شما میفهمین که شاید یک جای تهدیدات امنیتی باشه و یکی هم بعض ابعادی که در انتخابات های قبلی ما تجربه گرفتیم که در روز برگزاری انتخابات امکان از این میره که مراکز ما دوچار تهدیدات امنیتی شو به شکل عمدی که صدمه در حقیقت در افغانستان صدمه ببینه. و موضوعات دیگه ای که در این رابطه ارتباط پیدا میکنه، خب چیزی که بر ما بسیار مهم و اساسی است اگر ما از تجربه پاکستان و ایران استفاده کنیم که آخرا انتخابات در دو کشور برگزار شد و نهادهای امنیتیشان تانستن که مشترکاً کار کنن و بالاخره روز برگزاری انتخابات و تمام تهدیدات که در پاکستان موجود بود با آن هم انتخابات رو برگزار کردن. اگر چنین یک شوی در افغانستان هم از او استفاده شد و نتیجه مثبت میگیره. ولی اگر پا فراموش نکنن که ما همیشه فشار
مدنی را بالای نهادهای امنیتی آوردیم از تاریخ مطبوعات و میاریم این از خاطر از اینکه باید متوجه شوند کفایت نمیکنم اقدامات که بس میکنه. آقای نور یک نکته دیگر، حالا در کلیتش اگر میایین شما اطمینان روانی هم میتین و میگین که اکثریت مراکز رایدهی میتونه امنیتش تامین شوه و معلوم داره هم است که تعداد بلند در کدام ولسوالیات، یعنی با این حساب شما میخواین مردم را مطمئن هم بسازن که اگه انتخابات نسبتا شفاف میشه برگزار شد؟ کاملا از لحاظ شفافیت ما گفتم میتونم که از نقاط ضعفی که ما در انتخابات قبلی داشتیم استفاده کردیم به خاطر قوت از او، همچنان از نقاط قوی که داشتیم در انتخابات های قبلی از او استفاده میشه. ولی بر ما فکر میکنیم شفافیت انتخابات چیزی که خیلی اهمیت داره و امروز هم سر از این مسئله ما بحث داشتم که باز دوستا، موضوعی است که اگه یک مرکز مصدمه میبینه این بزرگترین صدمه است برای روند برگزار انتخابات. اگه یک مرکز یا یک محل ما توسط یک زورمند یک مسئله تهدید میشه یا توسط از او رایشان در حقیقت صندوق ها پر میشه، این یک تهدید است، این یک آدم شفافیت است. ولی اگر یک فرد شاید در یکی از قریجات دوباره رای میته، این اصلا در فیصدی نمیه و این در انتخابات قبلی هم که مشکل نبوده. ما تجربه اینه نشان داد که بعض از مراکز و محلات ما توسط زورمانده تحت کنترلشان آمد، کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات لاتوکوب شدن، حتی کشته شدن و بالاخره صندوق‌ها توسط امو زورمند در حقیقت پر شد. و این بار چه اطمینان وجود داره چنین نمیشه؟ همین مسئله است که ما بالای نهادهای امنیتی فشار میاریم که باید تمام مراکز و محلات ما امنیتش توسط او تامین شود که زورمند یا افراد و اشخاصی که میخواهد سوء استفاده کنه این چانس پیدا نکنه در حقیقت. سپاسگزارم. آقای حکیمی، حالا بحث تامین امنیت و مسئله شفافیت، زمانی که آقای عبدالله امروز هم میگه که سخت نگران است نسبت به احتمال تخطی و تقلب در انتخابات، این ناشی از چه است؟ ناشی از تجارب تلخی انتخابات های گذشته افغانستان. متاسفانه ما در گذشته انتخابات بسیار شفاف و قناعت بخشی برای اطرافی انتخابات نداشتیم متاسفانه. به این دلیل این نگرانی ها برای کمیسیون انتخابات هم مطرح است، برای کاندیدا هم مطرح است و برای مردم افغانستان هم که میخواهند در نتیجه رأیشان حکومتی آیندهشان انتخاب بکنن مطرح است. بله آقای حکیمی، با پوزش یک مورد، حالا در کنار از این که شما هم نگران هستین و میگین کمیسیون مستقل انتخابات هم، تا چه حد مطمئن هستین روی مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات و همون استقلالیتش؟ بحث امنیت که بدون شک بسیار موثر است در روند انتخابات، من فکر میکنم یکی از مباحث انتخابات است. همه این مباحث انتخابات نیست و به طوری که آقای نور فرمودن در 360 بیشتر از 360 ولسوالی تنها 7 ولسوالی است که امنیتش از لحاظ انتخاباتی موردی انتخابات به چالش میکشه. اگر این را ما قرار باشه که به درصدی تقسیم بکنیم، بیشتر از 98% مناطق افغانستان از امنیت انتخاباتی برخوردار هستند، بسیار قابل نگرانی نیست. اما آنچه نگران کننده است، قابل نگرانی است، با کار بستن ساز و کارهایی که واقعا یک انتخابات شفاف در نتیجه از او به میان بیاید. که انتخابات شفاف با درس گرفتن از انتخابات گذشته که کمیسیون محترم انتخابات با درک مسئولیت و پذیرفتن مسئولیت تاریخی و مسئولیت ملی و دینیشان این را به انجام برسانند. اما شما موارد تنها قضیه زورمندان نیست استفاده کردن. زورمندان یک مرکز، دو مرکز، نهایت یک ولایت، دو ولایت ممکن است اگر جمع بکنیم از تعدادی مراکز به زور پر بکنن. او پر شدن های صندوق هایی که به صورت مهندس شده و برنامه ریزی شده و گاهی و بسیاری موارد واقعش متاسفانه توسط کارمندان خودی کمیسیون انتخابات در گذشته بسیار مورد اتهام بودند که این کارها از پیشان انجام شده. و اکنون همین نگرانی هست؟ بله این نگرانی است و این نگرانی باید تدارک شوه. ما این نگرانی چگونه تدارک میشه؟ یک مرجع دیگه اجازه بدید یک کلمه عرض بکنم که از تجاربی بازشماری صندوق های رای توسط محکمه اختصاصی که تشکیل شده بود، هر چند
متاسفانه کارش با تصمیم گیری های سیاسی نافرجام باقی ماند، به عنوان یک کار قضایی مورد عمل قرار نگرفت. از تجارب از او بسیار میشه استفاده، چون ما به عنوان یک معترض انتخابات پارلمانی و شاهد این قضایا بودم. مثلا من در بدخشان مثال میزنم بسیار با کوتاهی، دو تا از کاندیدایی که تا هنوز وکیل هم هستند در پارلمان، وقتی صندوقاشون رو باز کرد محکمه، هر کدام 6000 و چند صد رأی در صندوقاشون کم داشتند. فقط در ریزلت شیت ها اوراق نتایج انتخابات بود که اونجا مثلا 25250 کردن، مثلا 15150 کردن. این گپیست که من میگم رئیس محکمه و آیتی که محکمه به اینجا روان کرده مرا تکذیب بکنه، بگه دیگه گپ دروغ میگوی. دو تا به طور مثال میگم، دو تا از کاندیدایی که بیشترین آرا را گویا در بدخشان داشتن، هر کدام 6000 و چند صد رأی در صندوقاشون کم داشتن. اینا کی کرده مگر غیر از کارمندان کمیسیون انتخابات کسای دیگر انجام دادن؟ اما یکی چقدر او آرا تقلبی بوده، چقدر کتابچه ها پاشان مانده پاره کردن، نه یک تا یک تا چقدر کتابچه های پوره توسط یک قلم تک مارک شدن، این حرفایی را که میگم همش به تفصیل در پرونده محکمه اختصاصی درج است. یک ها یک همه صندوق ها پرونده هاشون آماده است. از اینجا کمیسیون انتخابات باید از این تجربه را باید استفاده کنه برای تصحیح کارشان. اگر خدای ناخواسته فکر کرد این رقم بررسی که فضل خدا یکی از فضله های پروردگار بود که انتخاباتی پارلمانی توسط محکمه اختصاصی هرچند نتیجه قضایی مورد عمل قرار نگرفت، اما نتیجه بازرسیش برملا شد و کاری کمیسیون دقیق‌تر میتونه کاری آینده دموکراسی رقم بزنه. اگر این کارها در انتخابات های ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی و انتخابات های دیگر صورت نگرفته، لحاظا بسیار مسئولیت های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به باور بنده این کاری که محکمه اختصاصی انجام داده دشوارتر و مسئولانه‌تر می‌سازد که اینا با مسئولیت بیشتر. سپاسگزارم. حالا در نهایتش روز تا روز فرصت برای زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در افغانستان نزدیک‌تر میشه، یعنی کمتر میشه فرصت. چه کاری باید صورت بگیره تا همون اطمینان لازم دست کم برای مردم ایجاد شود که یک انتخابات نسبتاً شفاف در افغانستان برگزار بشه؟ آقای فاروقی، من فکر میکنم که در پهلوی بحثایی که دوستا کردن دوسی بحث دیگر هم، من فکر میکنم بسیار ضرور است که ما در مجموع رویش کار بکنیم، مخصوصا نهادهای مسئول. یکی به هر قیمتی که میشه باید در ارادی سیاسی دولت مردای افغانستان یک تحول بسیار جدی بیاید، یک تعهد جدی که عملکردهای گذشته تکرار نشن، نه تنها ارادی سیاسی در سطح کسانی که در قدرت هستند، بلکه در اپوزیسیون هم این تعهدات باید ارائه شود و اینا هم این تغییرات رو باید در خود بیارن، به خاطر اینکه انتخابات دوره گذشته ما شاهد بودیم که نه تنها از کمپ قدرت بلکه از سایر کمپ ها هم متاسفانه رای های صندوق پر شده بیرون شد. ما دیدیم که متاسفانه از فضای خرابی که ایجاد شد همگی استفاده کردن و در مجموع هیچ کدام برنده نبود، همه نتایجشان در پایان روز یکی بود، بالاخره همه متقلب و همه به این بحث متهم بودند. آن کسی که بازنده بود ملت افغانستان و پروسه دموکراسی بود. به او خاطر در این راستا باید تعهد بسیار جدی سیاسی راشه. در این بحث نه تنها دولت و نه تنها اعضای سیاسی، بلکه در مجموع تمام نهادها باید همکاری بسیار جدی داشته باشند و بالاخره در بلند بردن سطح اخلاقیات رقابت و مبارزه باید اینها توجه لازم بکنند. یکی از مباحثی که ما در شورای همکاری داشتیم در رابطه با تأمین پروسه دموکراسی، تمام احزاب شامل در پروسه یعنی شورای همکاری احزاب متعهد بیبریم که ما در چوکات یک اخلاق رقابتی با هم رقابت خواهد کردیم و به اون خاطر ضرورت است که میثاق های امضا شوه و تمام اینهایی که شامل رقابت ها هستن باید به اون میثاق ها متعهد باشه. در پهلوی از بلند بردن سطح مدیریت تمام مسئولین، چی از دستگاهی که امروز مسئولیت انتخابات دارن، کمیسیون محترم مستقل انتخابات، نهادهای امنیتی و سایر نهادهایی که در واقع زمینه ها را برای تامین یک انتخابات شفاف مساعد میکنن، اینها باید از یک مدیریت و یک توانایی بسیار بلند باید برخوردار باشن تا اجازه نتن اونهایی که به شکل طبیعی به خاطر بلند بردن سطح رأی خود و خاطر اعمال نفوذ تلاش های را میکنن، اون تلاش های از اونها باید تلاش های ناکام باشه و اجازه نتن کونا موفق بشن که رأی دزدی بکنن یا صندوق ها را پر بکنن و یا هم دست به
عملکردهای بزنن که اونها شفافیت انتخابات و مشروعیت انتخابات مورد سوال میبرن. اگر به این مسائل توجه نشه، من فکر میکنم که متاسفانه باز هم ما شاهد امو عملکردهای گذشته خود بودیم که در پایان باز هم ملت بزرگ افغانستان و پروسه انتخابات صدمه بسیار شدید و ناکامی تجربه خود کردن. این بحث تعهد و اراده سیاسی و مدیریت انتخابات بیشتر از این؟ ببینید، هم تعهد خوبه هم اراده سیاسی، اما نه تعهد با توصیه ایجاد میشه نه اراده سیاسی. آنگاهی که منافع سیاسی یک حزب به میان میایه، تعهد سیاسی او امور ایجاب میکنه که حزبش برنده شه. این در جامعه ما چنین است، نیاز به زمان داره. من فکر میکنم دو نکته را باید اضافه بکنیم. این تعهد و اخلاق پایبندی به قوانین اصل است، اما داوطلبانه ایجاد نمیشه در جامعه ما، حداقل در کوتاه مدت. ما نیاز به میکانیزم های اجرایی بیرونی داریم. ما قانون داریم، ما ترتیبات نهادی قانونمند داریم. مشکل این است که رعایت نمیشود. بیاییم همدیگر را توصیه کنیم، متحد شویم. پشتوانه اجرایی تعهد و توصیه ها چی میتونه باشه؟ این مهمه. لذا دو نکته میخوایم اضافه بکنم. یک، تقویت نظارت توسط کاندیداها و احزاب و جریانات سیاسی، چیزی که در قانون هم پیش بینی شده، قانون انتخابات. ما زمینه را فراهم بسازیم، حتی از طریق برگزاری ورکشاپ ها و آموزش دادن ناظرین، کسایی که به هر حال به نمایندگی از کاندیداها امکان دسترسی و نظارت بر تمام ساحات حوزه های رأی‌گیری را داشته باشه، تا اینکه بالاخره یک اطمینان نسبی ایجاد شه. ببینید، در فضای بی‌اعتمادی کشور ما، حتی اگر شما انتخابات شفاف هم برگزار بکنید، از دید انسان بازنده این انتخابات شفاف نیست. از دید انسان بازنده بازم میگه که نه، من رأی بالا داشتم، تقلبات باعث شد که من رأی نیارم یا کامیاب نشم. چون فضای جامعه فضای بی‌اعتمادی است و این ابهامات اجازه میده به چنین قضاوت ها و تحلیل ها. پس بنابر این تقویت نظارت، و دو، من فکر میکنم که کمیسیون انتخابات مشارکت دادن متوازن افکار و جریان های سیاسی مختلف در نهادهای اجرایی کمیسیون انتخابات. ببینید، فعلا تلقی و برداشت هایی که گاهی وجود داره و میتونه شکنندگی ایجاد بکنه است که به هر حال گاهی استقلالیت کمیسیون را حداقل به لحاظ گرایشات سیاسی زیر سوال میبرند. من فکر میکنم در یک چنین حالتی این کمیسیون انتخابات است که یک تدبیر را روی دست بگیره که در استخدام کارمندان محلی و حتی در استخدام کارمندان ولایتی جریانهای مختلف را، احزاب مختلف را سهیم بسازه که به نوعی در واقع امو حالت مستقل بودن و بی‌طرفانه بودن کمیسیون انتخابات تسجیل شود و باز هم فردایی تا نشود که بگه کمیسیون انتخابات به هر حال بیشتر افراد و کارمندانش از یک جریان سیاسی خاص بوده، لذا نتیجه رفته به سمت خاص. من به نظر میاد روی این دو نکته اگر ما توجه بکنیم میتونه کمک بکنه به این که نمیگم انتخابات شفاف، انتخابات قابل قبول تا حدودی رو برای ما تامین بکنه. ما اضافه میکنم با گپای جناب دکتر سجادی سیب که با تجاربی که توری پیشتر رفتم، تجارب انتخاباتی گذاشته، واقعا در پهلوی این میکانیزم های نظارت دقیق چند سویه، هم از طرفی کاندیدا و هم از طرفی کمیسیون انتخابات که نظارت های درونیش هم بدون شک داره و هم از مراجع و نهادهای بین الملل، در پهلوی از اون توصیه ها هم نباید فراموش کرد. به این معنا که ما باید انتخابات همه احزاب و همه شخصیت ها، همه مردمی افغانستان، نه به عنوان یک ابزاری رسیدن به قدرت، بلکه به عنوان یک ارزش تلقی بکنیم، به عنوان یک امانت تلقی بکنیم، به عنوان یک راه رسیدنی مشروع به اقتدار سیاسی مشروع تلقی بکنیم. به این معنا که کسی دوبار رأی نده، افراد عامه مردم یک امانت، یک مسئولیت فکر بکنن، احزاب سیاسی افراد و طرفداران و هوادارانشان به تقلب وا ندارن برای افزون شدن رأیشان. و همین طور همه ای کرد، این بسیار خوب است. من فکر میکنم یک فرهنگ همه ای اینها رو نمیشه به تنهایی هر کدامش گرفت، مجموعه همه ای اینا میتونه فرهنگی سیاسی جامعه افغانستان، فرهنگ انتخاباتی جامعه افغانستان. میگن انتخابات جانمایه دموکراسی است. دموکراسی بدون انتخابات اساسا میتونه مؤلفه های دیگری هم داشته باشه دموکراسی، اما جانمایه و عنصری بنیادینش انتخابات است. انتخابات نباید به بازی گرفت. انتخابات به عنوان یک ارزش، به عنوان یک وسیله، حتی وسیله رمس، یک وسیله
وسیله مشروع و حتی مقدس برای رسیدن به یک کاری مهم و سرنوشت ساز تلقی بکنند. اینجا هست که ما در مجموع میتونیم از همه اینا فرموده آقای دکتر سجادی، اگر ما به یک انتخابات شفاف دست پیدا میکنیم، به یک انتخابات مورد قبول اطراف دست پیدا بکنیم و در پایان امر پذیرفتن این نتیجه این انتخابات از سوی کسانی که رقابت کردند. ما بسیار ببخشید، بعضی از مسئولین گذشته انتخابات هر اعتراض موجهی را به دلیل از اینکه بازنده همیشه اعتراض میکنه به مسخره میگرفتن. من فکر میکنم گپ نادرست است. ما هر انتقاد موجهی را برش ارزش قائل باشیم و اون را به ارزش اون را تمسخر نه، والا این بازنده است یال اعتراضات همین. این بار هم همین انتقاد میشه بیشتر که برای توجیه بازندگی امیال نگرانی باید مطرح شود. آقای نور، در نهایتش مواردی که اشاره شد، این کارها را کمیسیون مد نظر گرفته یا انجام داده یا برنامه پیشرو داره تا این موارد را انجام بده؟ دو موضوع خیلی مهم مطرح شد که هر دور کمیسیون جدی گرفته. تمام پست‌هایی که از طرف کمیسیون اعلان میشه در ولایات مختلف، نماینده جامعه مدنی و از حقوق بشر، از کمیسیون حقوق بشر ما دعوت میکنیم و با در حضور داشته نمایندهشان امتحان از پیشان گرفته میشه که این اقدام کمیسیون این بار جدی گرفته و امیدوار هستیم که دوستا مطلع باشن. مسئله دوم که نظارت است و کمیسیون خیلی به او اهمیت میده. تا به حال در حدود بیش از 80 نهاد ملی و بین المللی امرای کمیسیون ثبت و راجستر است و بالاتر از 1000 ناظر و مشاهد تا به حال کارت نظارت از کمیسیون دریافتند. ولی این تعداد شاید به اساس تجربه که ما از انتخابات قبلی داشتیم به 300,000 نفر برسه. ولی یک مشکل که ما امروی ناظرین داریم و داشتیم در انتخابات قبلی امی بود که ناظرین بیشتر ترجیح میده که در مراکز شهرها باشه و حتی مزاحم کارکنای انتخابات میشه. یعنی از یک نهاد 10 تا 11 ناظر مراجعه میکنه ولی هیچ یک از ناظرین کاندیدا و احزاب سیاسی با ولسوالی ها و دهات نمیرن. این مشکل است. با این مشکل هم این بار کمیسیون مستقل انتخابات تدابیر گرفته که باید برای هر ناظر پیش از پیش مشخص شود که در کدام ولسوالی و در کدام قریه یا ده میخواهد که نظارت کنه و کاندیدایی که میخواهند ناظرین خود برای ما معرفی کنند باید به اساس تعداد مراکز رایدهی باشه تا هر یکی از این کاندیدا یک نماینده بالای مراکز رایدهی داشته باشه و او مرکز نظارت کنه و در آخر روز راپور برای کاندید بده که واقعا دو مرکز چقدر رای برده. اگر کاندیدا امروی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه همکاری کنه ما فکر میکنم که نتیجه خوب میگیریم و اگر همکاری نکنه نتیجه درسته به دست نمیاد. این که در نهایتش تدابیر لازم را کمیسیون مستقل انتخابات اخذ نموده و میگن که باید نامزدان انتخابات هم همکاری کنند و در نهایت این اطمینان تامین امنیت و شفافی برگزاری انتخابات نسبتا شفاف این واقعیت هم عملی خواهد شد، آخر زمان پاسخ خواهد داد. تا دیدار دیگر.